ولی من الان دلم پر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه نرم کننده بره پایین. پس این ویدیو رو تا آخر ببینید. اگه این ویدیو برات مفید بود لایک فراموش نشه. 3 تا سوال اصلی از ما میپرسید. 1. نرم کننده چرا اصلا پایین نمیره؟ داخل این مخزن معمولا نرم کننده میمونه. 2. نرم کننده رو اول کار بریزیم یا آخر کار؟ حالا این وسط سوال دیگه هم هست که اصلا نرم کننده رو میشه با پروتوباتی کرد یا نه، و آخر این که از چه نرم کننده استفاده کنیم در حال حاضر، چیا تو بازار خوب هستش. خب اولین دلیلی که نرم کننده پایین نمیره، نگاه کنید جای پودر، حالا این درجه پریواشه، این جای اصلی پودره. اگه دقت کنید مسیرش بازه، اما جای نرم کننده بسته است. چرا؟ چون اگه باز باشه همون اول میره پایین. مخزنش رو میبندن، یه دریچه خروج هوا و نرم کننده میذارن، وقتی خلأ ایجاد میشه، یعنی وقتی آب داخل این مخزن تو نیم ساعت آخر شستشو میاد، معمولا نیم ساعت آخر شستشو، این آب باعث میشه که از لای این درزان نرم کننده خارج میشه. پس به هر دلیلی این قسمت، حالا تو اکثر لباسشویی آبی رنگه، دچار کثیفی گرفتگی بشه یا این سوراخ دچار گرفتگی باشه، نرم کننده پایین نمیاد. در مورد اینکه نرم کننده رو اول بریزید یا آخر، اگر جا پودریتون اون قسمت نرم کننده مشکلی نداشته باشه که ما الان مشکلات رو بهتون میگیم، از همون اول باید بریزید. اگه میبینید آخر میریزید و حالا اگه اول میریزید نمیبره، مطمئن باشید یه مشکل فنی داره و یا اینکه یه مواردی که باید اینجا رعایت کنید. ولی قبلش یه چیز رو توجه کنید، اگر توی قسمت نرم کننده اصلا آب وارد نمیشه، دستگاه ایراد فنی داره و باید تعمیرکار بیاد، میتونید با تعمیر آنلاین تماس بگیرید. اما اگه آب میاد اما آب داخل این مخزن میمونه، این قسمتی که گفتم آبی رنگ هستش رو با یه مسواک کاملا داخلش رو تمیز میکنید. شاید زیاد چیزی داخلش نباشه، کثیفی خیلی ریز باشه، اما همون کثیفی باعث میشه خلأ از بین بره و نرم کننده رو پایین نبره. پس تمیز به این صورت بشورید. و اون قسمت سوراخی که داخلش هستش رو با یه نی تمیز کنید، چیزی داخل این سوراخ باعث گرفتگی نشده باشه. میبینید من با یه نی، حالا با هر چیزی که از اونجا رد بشه، این قسمت رو تمیز میکنم و اون قسمت آبی رنگ یا سفید رنگ، اون درپوش رو مجدد سر جاش میذارم. اما نکته آخری هم که وجود داره، هم به خاطر این ایراد هم به دلایل دیگه، همیشه باید جلوی دستگاه لباسشویی یه مقدار بالا باشه. یعنی اون دوتا پایه‌ای که زیر دستگاه هستش جلوی دستگاه میشینه، اون رو یه مقدار باز کنید تا جلوی دستگاه بیاد بالاتر، اونجوری نرم کننده راحت‌تر وارد میشه. همه این کارا رو که انجام دادم، یه لیوان آب جاپودری هم که خارج میکنم، تو قسمت نرم کننده یه لیوان آب میریزم. اگه از اون سوراخ به این قشنگی آب رد بشه، یعنی اینکه اون قسمت نرم کننده کاملا سالمه و ایراد فنی نداره، کامل خارج شد. خیالتون راحت بشه، مشکلی نداره. و سوال آخرتون این بود که از چه نرم کننده استفاده کنیم. اینجا شما به ما جواب بدید، زیر پستمون کامنت کنید که از چه نرم کننده استفاده میکنید و آیا راضی هستید یا نه. لایک هم فراموش نشه.